قرآن میگه وقتی تو را آفریدم، این آیه قرآنه، یه نگات کرد خدا گفت فتبارک الله احسن الخالقین، بارک الله به خودم عجب چیزی آفریدم. تنها موجودی که خدا آفریده، خدا بهش گفته بارک الله، فقط انسان بوده. حواست به من باشه، فقط و فقط انسان بود. آقا مگه چی بوده؟ یه جن بوده یه فرشته؟ نه عزیز دل من، از امام صادق پرسیدن قبل ما رو زمین کسایی بودن، ببین چی میفرماد، الف الف هزار هزار قبل شما اومدن رفتن. این یه چیزایی پیدا میکنی جمجمش گنده است، 6 تا انگشت داره، قدش اینجوریه، اینا اسمشون هم بعضا تو احادیث اومده، اینا اسم آورده. نمیگی انسان، ناس نمیگی، میگه اینا از دسته خناسن، از دسته نسناسن، از دسته نمیدونم چی چی اسمای حتی این نجات ها را آورده. از امیرالمومنین پرسیده بودن تو اون ستاره ها چه خبره، گفت خبرها زیاده، من جمله در اونجا مدائنون که مدائنکم، شهرهای مثل شهرهای شما به تمدن هم رسیدن، شما خبر ندارید. 1400 سال پیش گفته اینا، گفته عزیز من. در مورد خلقت انسان چنان زیبا قرآن صحبت کرده که ما میریم دانشگاه علوم پزشکی در جمع اساتید عزیز دل من بحث داروینیسم رو نقد میکنیم، پیش میکشیم، دونه دونه من برای اینا آیه قرآن میخونم که اینجا الان جاش نیست. خلاصه اینو نگاه کرد، گفت باری کلا به نجب چیز آفرد. دو تا جریان فکری در مقابل این شکل گرفت. اولی و فرشته ها رقم زدن، خدا این چیه خدایا؟ این چی آفریدی؟ این که روی زمین قتل و فساد و خونریزی را میندازه، این نفهمه. خدا گفت شما فهمیده این؟ بودم بله. که حالا که فهمیده اید اسماء الله رو معنی کنید ببینم. اسماء الله نه که رزاق روزی رسان رحیم مهربان، نه عزیزم، ذات این اسماء رو معنی کنید. همشون هنگ کردن، گو آدم و جانم یا الله. آقا مثل این شاگرده هستن ردیف اول کلاس میشینن اینجا انگوششون تو چش استاده، شروع کرد مثل بلبل جواب دادن، جوابی داد. بعد برگشت که قابل توجه شما و علم الادم اسماء کلها، خودم علامش کردم و علم الانسان مالم یعلم. اصلا چیزی نه، من خودم همین رو شیاد دادم. آقا اینا رو گفت و فرشته زدن کنار. جریان دوم فکری رو ابلیس راه میندازه، یه تنه از فرشته هاست، خیر از جنیانه. قرآن میگه فسجدوا الا ابلیس، نکنم این جن، همه فرشته سجده کردن به غیر از ابلیس. حواستون باشه، گفتم فرشته، فکر نکن این قاطی فرشته بود، این جن بود. جالب، مسیحی ها و یهودی ها میگن شیطان چیه؟ فرشته است. قرآن سری زیرا بشه میگه جن بود. گفت من سجده نمی کنم. گفت برای چی؟ گفت خلقتنی من نار و خلقتو من طین، منو از آتش آفرید، از عنصر اعلای آفرینش، از پسترین عنصر آفرینش خاک آفریدی. خدا برگشت بهش گفتش که، حالا این تو قرآن نیومده، خودم میگم، خدا برگشت بهش گفت نفهم و نفحت فیه من روحی، از روح خودم تو این دمیدم. این لیوان رو نگاه نکن، لیوان فرم اینه، محتوا مهمه. یه لیوان آب توش عسل بریزی میشه، یه لیوان عسل توش کثافت باشه، از رو لیوانم بهش دست نمیزنی. چی شد؟ لیوان عوض شد؟ نه، محتواش عوض شد. گفت محتوای من از خودم، تکه از وجود من اون تو. گفت تو چی؟ قرآن بگو به درک گم شورش خداش احت بروش. بعد جالبه میگه او سجده نکرد، خوب گوش کن، کان من الکافرین، از کافران بود. چرا نگفت شد؟ قرآن گفتم ا اوشو باید دقت بکنی. من به شما میگم رائفی پور، خودم بگم به کسی بر نخوره، یه دزدی کرد اینجا سکه طلایی بوده برداشته. بعد فرمانده محترم پادگان متوجه میشه، میخواد آبروی منو تو جمع نبره چون مهربانه. میگه چیکار میکنه؟ میگه گوش کنید، میگه آقا قابل توجه شما عزیزان، موقع بیرون رفتن یه گیت گذاشتن که فلزات رو تشخیص میده، مثل فرودگاه، که من شاید حیا کنم این چیو سکه رو بذارم، اما بعد جوری این سکه رو برداشتم، چشم گرفته، برای اینکه بتونم برم بیرون چی؟ هیچ کس هم اینجا رهایی نداره، میگه همه باید سجده کنن. گرفتی چی شد؟ همه، هیچ کس هم نمیتونه در بره. خدمت شما عرض کنم، من نمیخوام به خاطر اینکه این لونرم میام زیرا به چیو میزنم؟ گیتو میزنم. آهای مگه کسی اینجا دزده به من داری توهین میکنی؟ من یه استاد دانشگاه مملکت، شما چرا اینجوری فلان شلوغش میکنم؟ برشمار بازی در میارم که ببینیم آب به هم بریزه. کوتابیا نیستش،
باید. آقا من شأن دارم، من از آتش آفریدین، از خاک. شرمنده باید. اون گیت سجده کردن بر آدم بود. ابلیس سکه رو برداشت از گیت، رد شد، بوق خورد. خدا میگه او قبل‌تر از اینا دوست بود، نه اینجا. من آمارشو داشتم، این شرایط رو فراهم کردم رو بشه، یا حیا کنه اینو بذاره یا رو بشه. این جریان ماجرا اینه، میگه کان من الکافرین، او قبلتر کافر شده. قبل از آفرینش انسان مگه چه خبره؟ الله. آقا جالبه، آدم هنوز اولیه دیگه، درسته؟ بچه که نداره، بچه هنوز نداره. اینا کی قراره بیان؟ این پنجتا چند هزار سال دیگه به اونا سوگن. حالا میفهمید چرا میگه کان من الکافرین. این ابلیس اونا رو دید، گرفتی چی شد؟ فهمید اینا از رحم این زن و صلب این مرد میخوان به دنیا بیان، زیرا به اینا رو زد. آدم بعد گفتش که به من فرصت بده اینو گولش بزنم، و اینجوری که گفت، خدا گفت، شیطان گفت تا روز قیامت به من فرصت بده. خدا گفت الا یومن، وقت معلوم، تا یه روز معلومی بهت فرصت میدم رو زمین. جالب، روز معلوم نمیگه قیامت، خدا قیامت رو تایید نمیکنه، میگه روز قیامت روی زمین، یه روزی از قبل از قیامت که تو اون زمان ابلیس از کار میفته.